درخواست برای آزادی فعالان محیط زیست در ایران هم از سوی سازمان ملل و هم از سوی 9 تن از همبندی های سابق آنها. سام خسروی فرد همراه ماست، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا. آقای خسروی فرد، بهمن ماه سال 1396 بود که چند تن از فعالان محیط زیست در جریان یک پرونده امنیتی دستگیر شدند. چه شد که مسئله محیط زیست در ایران شکل امنیتی به خودش گرفت؟ بله، وقتتون بخیر. میدونید این مسئله امنیتی شدن محیط زیست یک سابقه کمی طولانی تری داره. در شهریور 1390 عده‌ای برای در واقع نجات دریاچه ارومیه گرد هم جمع شدن در کنار این دریاچه و تقریبا نزدیک 30 نفر بازداشت شدن. از همون زمان میشد حد زد که وضعیت محیط زیست به یک شکل در واقع امنیتی، به نگاه امنیتی بهش وجود داشته باشه. این ماجرا مرتب ادامه پیدا کرد. اعتراض ها به تخریب محیط زیست در ارتباط با رود کارون، در ارتباط با دریاچه پریشان، در ارتباط با سایر مناطق دیگه مرتبا ادامه پیدا کرد و بعد به هر حال میدونیم که محیط زیست به عنوان یکی از ابر چالش های مقابل نظام نگرانی های رو ایجاد کرده بود، مسائل آب و مسائل محیط زیست. و من فکر میکنم یکی از اهداف در واقع بازداشت این عزیزان قربانیان محیط زیست هم در واقع پیشگیری بوده، به اصطلاح فرنگیش دمیج کنترل بوده، برای اینکه هزینه حمایت از محیط زیست رو بالا ببرند و مردم و گروه های و در واقع جامعه مدنی و تشکل های محیط زیستی فعالیت هاشون رو کاهش بدن و یا اینکه انقدر هزینه بالا بره، هزینه اعتراض بالا بره که دیگه معترض نشن و دیگه دست از فعالیت و حد زیادی بردارن. در نظر داشته باشید افرادی که دستگیر شدن تعداد عمدهشون کارشناسان محیط زیست بودن و در واقع فعالیت محیط زیست به معنی اکتیویستی انجام نمیدادن، بلکه کار دقیق کارشناسانه میکردن. وقتی کارشناسان دستگیر میشن و بازداشت میشن و به شیوه ناعادلانه محاکمه میشن، طبیعیه که فعالان، اکتیویست ها هم اظهار در واقع نگرانی درشون ایجاد بشه و تا اندازه زیادی از اون فعالیت های اکتیویستی فاصله بگیرن. و آیه خسروی فرد، به دو نکته اشاره کردید. یکی این که از محیط زیست به عنوان ابر چالش مقابل نظام یاد کردید و در بخش دیگه اشاره کردید که نظام این کارو میکنه برای کنترل و کاهش فعالیت ها. به هر حال این نوع برخوردها باعث میشه که فعال محیط زیست کمتر توجه کنن یا کمتر حداقل فعالیت داشته باشن. این چه تأثیری بر پروژه های بین المللی مشترک با ایران خواهد داشت؟ خیلی زیاد کسانی بودن در ایران که مجبور شدن همکاریاشون رو با سازمان های بین المللی، با انجیو های خارجی، با به هر حال تشکیلاتی که در جهان نگران محیط زیست هستن کاهش بدن یا اصلا متوقف کنن و کم بکنن. و این روشی که جمهوری اسلامی پی گرفته، اگر شما بهش ملاحظه بکنید و دقیق ملاحظه بکنید، ببینید شباهت خیلی داره با اون چیزی که در ارتباط با سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی رخ داد. یعنی یه عده‌ای رو بازداشت کردن در هواپیما، ماجرای هواپیما رو اول انکار کردن، بعد مقصر رو شرکت‌های غربی در واقع و خود بوئینگ اعلام کردن و بعد افرادی رو مقصر جلوه دادن و ترول‌هاشون و افرادشون در فضای مجازی شروع کردن این روایت، این نراتیو رو مرتبا بازنشر کردن و باورپذیر کردن. همین اتفاق می‌بینید در ارتباط با محیط زیستی ها هم افتاده و برای اینکه این وضعیت تکرار نشه، خب خیلی‌ها خودشون رو از فعالیت های محیط زیستی در واقع کاهش دادن، فعالیت های محیط زیستیشون رو، و میبینیم که ما داریم یواش یواش به بعضی میریم که مثلا فرض کنیم مدیر اجرایی سازمان ملل به جای اینکه بیاد و همکاری های دو جانبه یا چند جانبه رو استارت بزنه و شروع بکنه در ارتباط با ایران، میاد اظهار نگرانی میکنه و اظهار از بازداشت زندانیان و درخواست آزادی این افراد رو داره. یعنی ما از وضعیت در واقع از منظر بین المللی هم میبینیم از این جهت کشورمون آسیب میبینه و آسیب دیده، ولی خوب متاسفانه چیزی که برای جمهوری اسلامی اهمیت نداره نه چهره بین المللی است و نه مسائل محیط زیست و نه مسائل انسان به طور کلی. سام خسروی فرد همراه ما بود، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا. ممنون از شما.